در کتاب امثال 24 23 الی 25 اعلام میکنه، از مردان حکیم میگه، سخن میگه، اعلام میکنه قاضی نباید. این رو بدونیم، اتفاقا ما داوران خوب روی زمین هستیم، مگر غیر از این هست که اسم ما سفیران هست، کاهنان هست، نور و نمک هستیم. اتفاقا داوری این دنیا بر دست ماست، چرا که ما روح القدس داریم، ما به توسط روح القدس بهتر از هر کسی میتوانیم داوری بکنیم. میگه قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند. هر کسی که به مجرم بگوید تو بیگناه هستی، هر کسی که به جمهوری اسلامی میگه ما به ما چه مربوطه، این از طرف خداست، هرگز جمهوری اسلامی از طرف خدا نیست، هرگز هیتلر از طرف خدا نبوده، هرگز انسانهایی که اومدن ظلم و ستم کردن از طرف خدا نبوده، از طرف خدا کوروش بوده. و خدا میتونه قلبی همچون مانند رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه رو لمس کرده باشه برای آبادانی کشور عزیز ما، اما بدی ها از طرف خدا نیست، چرا که کلام خدا میگه بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. پس چگونه میتونه بگیم بدی ها را خدا گذاشته؟ اعلام میکنه که قاضی نباید در داوری از کسی طرفداری کند. هر کس که به مجرم بگوید تو بیگناه هستی، مورد لعنت و نفرت مورد قرار خواهد گرفت. اما شخصی که گناهکار را محکوم میکند، کامیابی و خوشی نصیب او خواهد شد. یعنی برعکس اون چیزی هست که متاسفانه بعضی از معلمین بر اصل اینکه نمیدونن، آگاه نیستن، دارن این رو